دوستان عزیز سلام، با قسمتی دیگر از نقد مدعی دروغین امامت و مهدویت یعنی احمد الحسن بصری حنبوشی در خدمت شما عزیزان هستیم. عنوان این برنامه هست استخاره خیالی صفوان. یکی از روایاتی که یاران احمد اسماعیل بارها در دفاع از اعتقادات باطل خیش به آن استناد کرده اند، روایتی است که شیخ طوسی رحمت الله علیه در کتاب الغیبه چنین آورده است. از علی ابن معاذ روایت شده که گفت به صفوان ابن یحیی گفتم چطور بر امامت علی ابن موسر رضا مطمئن شدی؟ گفت نماز گزارده و خدا را خواندم و استخاره کردم و بر او مطمئن شدم. کتاب غیبت شیخ طوسی صفحه 61 حدیث 61. این روایت روایتی است که پیوسته اتباع احمد الحسن به وسیله آن مردم را فریب داده و این طور القا می کنند که می شود با استخاره گرفتن بر حقانیت احمد الحسن بصری حنبوشی اعتقاد پیدا کرد. اما گام اول، ایشان بارها این روایت را با هیاهو نقل کرده و حتی بعضا مدعی هستند که امام رضا علیه السلام ایمان صفوان را از روی استخاره پذیرفت و آن را تایید کرد. در اینجا نیز این افراد مرتکب تحریفی بی‌شرمانه شدند، زیرا روایت مورد نظر از اکاذیب فرقه واقفیه است، نه از روایات شیعه که شیخ طوسی رحمت الله علیه آن را بیان کرده است. توضیح آن که شیخ طوسی در کتابش بخشی را به روایات واقفی ها و بررسی برخی از آنها اختصاص داده و گفته است آنچه که واقفی ها روایت کردن همش اخبار احادیث که حجتی تقویتش نمی کند و نمی توان ادعای علم به صحت آن را کرد و راویان آن مورد طعن هستند و به سخن آنها اعتمادی نمی شود و پس از همه اینها باید روایات آنها را تأویل کرد. ما برخی از آنچه را که روایت کردن بیان کرده و سخن صحیح در آن را تبیین می‌کنیم. از جمله اینها اخباری است که ابو محمد علی ابن احمد علوی موسوی در کتابش نصرت الواقفه گفته است. این هم اسناد مطالبی که خدمت شما عزیزان بیان شد. اما گام دوم، تا اینجا دیدیم که احمد اسماعیل متوسل به روایت واقفی ها در کتاب غیبت شیخ طوسی شده است و جناب شیخ طوسی روایاتی که واقفی ها بیان کردن را مورد طعن قرار داده و از نظر صحت و سند مورد تردید می داند. سپس شیخ طوسی 40 روایت از روایات کتاب موسوی را بیان می کند که روایت استخاره دروغین شماره 61 است. ایشان پس از درج این روایت می نویسد در این خبر فقط سرزنش فردی است که تقلید کرده، اگر هم این عمل صحیح باشد هیچ دلیل حجتی بر دیگران نیست. علاوه بر این فردی که این مطلب از او بیان شده به دلیل مکان، فضل، زهد و دینش فوق چنین جایگاهی است، چگونه درست است که در مسئله علمی به دشمنش بگوید که به استخاره قائل شده است، مگر اینکه درباره آن شخص معتقد به بلاهت و غفلتی باشد که او را از دایره تکلیف بیرون ببرد؟ در این صورت معارضه و بحث ساقط است. این نظر جناب شیخ طوسی رحمت الله علیه در باب روایت 61 استخاره دروغین صفوان است. اما گام سوم، شیخ طوسی پس از اتمام آن 40 روایت جعلی واقفی ها می فرمایند از امور عجیب این است که واقفی ها به وسیله حکایاتی از افرادی مجهول به بزرگان دین و علم طعنه بزنند و به این نیز قانع نشده و آنها را دلیل بر فساد مذهب قرار دهند. همانا این تعصبی آشکار و رویگردانی از حق است و اگر نبود که شخصی از بزرگان مخالفان ما که منسوب به علم و دارای شهرت است این اخبار را نیاورده بود، حتی بیان آنها صحیح نبود، زیرا کل آنها ضعیف است و افرادی که اعتماد به سخنانشان نیست آن را نقل کردند. پس اولین دلیل بر بطلان آنها این است که چنان که اشاره خواهیم کرد گوینده آنها مورد اعتماد نیست. اگر کسی در باب غیبت به این اخبار استناد کرده عرصه بر او تنگ نمی شد و از اعتراض عاجز نبود، هرگز به این خرافات متوسل نمی شد که خودش هم به بطلان آنها معتقد است.
در اینجا دیدیم که جناب شیخ طوسی پس از اتمام نقل 40 روایت جعلی واقفی ها دلیل بیان این روایت را معارضه و درگیری ایشان با یکی از بزرگان مخالفان بیان شده است. به عبارتی شیخ طوسی این روایات را نقل کرده تا به وسیله آن دشمن را ساکت کند. بنابراین این روایات از دروغ‌های واقفی‌ها بوده که شیخ طوسی آن را بیان و به شدیدترین وجهی رد و تضعیف کرده است، جز آنکه مدعیان تمام سخنان شیخ طوسی را حذف کرده و روایت دروغین واقفه را علم کردند. قابل توجه است که بعضی پیروان احمد اسماعیل در برخی کتب همین کلمات شیخ طوسی را درباره رد این دست از روایات واقفی‌ها در بررسی یکی دیگر از روایات آورده‌اند، اما در این مورد همه آن موارد را برای فریب دیگران و اثبات ادعای دروغ امامشان حذف کردند. پس باز خیانتی دیگری را مشاهده می‌کنید، به این ترتیب که اتباع احمد اسماعیل می‌دانند که شیخ طوسی این روایات را رد کرده است و در بعضی از موارد ردیه‌های شیخ طوسی را در باب بعضی از روایات که به ضرر آنها هست را بیان کردند، اما در این قسمت دست به خیانت زده و ردیه شیخ طوسی بر این روایت را بیان نمی‌کنند. و اما نکته پنجم، نتیجه اینکه به هیچ وجه به روایاتی که احمد حنبوشی و اتباع او می‌آورند اعتماد نکنید و اصل روایت و باب آن و موضوع طرح در کتاب و در نهایت نسخه خطی آن را کنترل کنید، چون حتما فریبی در کار است. پیروز و موفق باشید.